فقط کافی خودمون به جسون پای ندر شناسای بقیه راه با من تو مقرتون بوم کار گذاشتن هر لحظه ممکنه منفجر بشه بجاز دی؟ کاری که ما کردیم قمار بزرگ بود کلفتا دیشب آوردنش اینجا تو قرنطینه است مطمئنی؟ من سهراب پشیمون شد میتونی با تو بشم شما برید من میمونم اینجا چیکار میکنید؟ سمت مرز از چه جوری از این خراب شده رفتم بیرون اون جلو چشم این همه نگهبان و سگ خسته نباشی حاجی یه پکتی بدون دست باشی شیلان برو سمت خونه من میام برو چرا آخه چی شده؟ برو میام بهت میگم برو سلام شیلنگ جان زهر مده ای خوش کرد سلام کرک سلام چی شده زهر یه اتفاقی افتاده
چه اتفاقی؟ احتمال داره کمولی بیاد سراغ توی خانواده سوران. از این خبرها که زیاد شنیدیم. کو کجان؟ بیان تا تو فندازیم ویلی پاشو. نه این سری فرق داری شیلن. چه فرقی داره؟ سوران فرار کرده. فرار کرده؟ قربونش برم. شنی دیده یه؟ شالله به زودی چشمت روشن میشه. الان کجا سایر؟ نمیدونم. یعنی هیچ کس نمیدونه. فقط من تا اینجا میدونم که فرار کرده. خدای شکر. تا الان ممکنه هر اتفاقی افتاده باشه. چه اتفاقی؟ حرف بزن سایر. چی شده؟ میگن ممکنه فراریه تو رودخونه بردسور غرق شده باشه. غرق شده؟ سوران من غرق شده؟ تو چطوری تونستی اینه من مدت با اینا کار کنی؟ ها؟ چطوری دلت اومد؟ با تو هم؟ سهر با تو هم؟ چطوری تونستی؟ خون اسماعیل که به خیابونه این سرداش ریختن حالا نوبت سورانه نوبت به جیمله نوبت به سیاه والله من بریدم از وقتی دیدم اینا دارن از ما سوء استفاده میکنن بریدم بابا من حتی اسلحه دست نگرفتم سهر فقط برای خودت دعا کن دعا کن نفرین مادرهای این شهر ما پیشت نشه شیلن گولا شیلن خبری نیست؟ کسایی که دنبالشان میگردی رفتن سمت عراق ولی اون پاسداره بچه سردشته مطمئنی؟ من جای سونه بوز کوهی رو از بوز گرد تشخیص میدم این رد پای آدمی زاده خیلی خب اینه ببیدید یلا یلا اینجا خوبه سب میکنیم تا هوا کاملا تاریک شه شما استراحت کنیم من بیدار میمونم خودت که از من خسته تری من نگران نباشه من خوابم نمیاد باخشه من میخوام اینجا ازتون جدا بشم کجا میخوای بری؟ میرم سراغ بچم تنهایی سرگردون میشی نگران من نباشید من بچه گوستنم خیر راه بلدی؟ آره بلدم مطمئنی تنها میسی میبری؟ آره تا خونه با هم چیزی نمونده بلدم مسیر رو نگران نباشید مراقب خودت باش
شما هم همینطور. بابت همه چیزاتون ممنونه. در پناه حق. زور سپس. خواهفز. سلامت. خواهفز. خدا نگهدار. آدمایی که من میشناسم از خودشون رد و نشونی باقی نمیذارن. من که همون موقع گفتم بعضی از رد پاها فقط برای رد گم کردن بود. آخرش که چی؟ آخره یا از سرما میمیرن یا از گشنگی. اگرم خوش شانس باشیم زنده زنده گیرشون میاریم. تا حالا کسی از اونجا فرار کرده؟ عجب دل و جرأتی داشتم. وقتی پیداشون کردیم و به چرمیخ کشیدیمشون درس عبرتی میشه واسه بقیه. Kalkadı. Kalkadı. İki şuna fayda kerdi. Yalla. کجان؟ حرف نمیزنی نه؟ تو خودت برده سور بودی، میدونی عاقبت خیانت چیه؟ یه حرف میزنی میگی کجان؟ یا این چشای وحشی تو کاسه در میارم میندازم جلوی سگا. کجان؟ نمیتونم. اینجا هوا صد آشناست؟ آره. راه درست اومدیم. 24 ساعتی دیگه دوون بیاریم رسیدیم. به امید خدا. یسی منم قادر. سلام کاغا. سلام کسر تاره صداش کن کارش دارم. باول بیا. اینجا وایس. بابا کاک قادر خوش آمدی. چی شده؟ دوباره سراغی از ما گرفتی؟ شما کاری ندارم. تو مالدوت زندانی فراری میگردم. اینجا؟ گفتم شاید خبری ازشون داشته باشی. دموکرات به توافقش با کومول پایبند. از پایبندی فقط بلدین حرفشو بزنید. وقتش برسه همه ما رو سفر بلای خودتون میکنید. اومدی اینجا دنبال زندانیت یه حرف مفت دهنت خرج شه. خبری ازش داری یا نه؟ کیه اون؟ زندانی. محلیه؟ خب چرا آزادش نمی کنیم؟ چون که خائنه. خائن؟ چه خیانتی کرده؟ نگهبان زندان بوده. به زندانیا تو فرارشون کمک میکرده.
اگر میخواین شبو اینجا بمونید به نگهبانم بیسی میزنم ببینم از فراریت خبر دارن یا نه. اون زندانی رو ببندید، از مهمانه خوب پذیرایی کنید. آره چاو. فرمو داخل. فرمو قبل انفجار کیانوش ماشینو به بهانه تعمیر از مقر برده بوده بیرون. کیانوش؟ بله کیانوش. خب تو اینو از کی شنیدی؟ بی صفت حتی برگه خروجم امضا کرده بود. یعنی برنامه ریزی کرده بوده؟ نمیدونم والا، همه اطلاعاتی که از کومل به مدد کاملا موثق بوده. چطور ممکنه؟ هم به کموله ضربه بزنه هم به ما ضربه بزنه، مگه میشه؟ آقا رستگار، من خودم یه روز قبل انفجار تو مقر دیدمش. تو هیچ اطلاعات دیگه راجع به این نداری؟ با کی زندگی میکنه؟ خانوادهش کیان؟ چند نفرن؟ نه والله آقا رستگار، من اصلا نمیشناسمش. شما بهتر از من میشناخینش. من توی قهوه خونه بین رایی دیدمش، مثلا نزاش موتور منو بدوزن. یعنی از اولش واسه اینجا برنامه داشته؟ نه بعید میدونم، اصلا منو نمیشناخت. من چه خبطی کردم، چه خبطی کردم گذاشتم اینجا کار کنه. نه آقا رستگار، اصلا این حرفو نزن. هر کسی ممکنه تو این شهر نفوذی باشه، هر کسی. خبر فرار زندانی از بردسور براتون گرون تموم میشه. غیر از من و شما کسی از این قضیه خبر نداره. میگه اینکه یه خبرچینی پیدا بشه بخواد چیزی بگه. تا کی میخواد دست از این کینه برداری قادر؟ هر وقت شما دست از دروی برداشتید سر سفره ما نشستی به ما میگی درو؟ من بلد نیستم جلوی صورت یه نفر یه حرفی بزنم پشت سرش چیز دیگه بگم. من نمیگم مجیز منو بگو، ولی تو داری پات از گلیم دراستر میکنی قادر. من چون سر سفره نشستم بخوام اختلافات گذشته رو فراموش کنم. همه میدونن دموکرات جماعت دشمن درجه یک از کومله زحمت کشینو یادت نره. باید میذاشتم امشب توی کوه کمر آرامش داشته باشی یا بچرخی. تو لیاقت خوبی رو نداری قادر. شبه ما این بود که سر سفره جیره خر لنین و استالین نشستیم. هم پالگی یا ماویستت میدونن زمان شاه برای سبک عدم فروشی میکردی؟ دمت بس حرام زاده. حرام زاده خودتی. فکر میکنی پاسخ خودیه؟ نمیتونم، مطمئن نیستم. توی تاریکی نمیشه درست تشخیص داد. صبح همینجا میمونه، نمیشه ریسک. آفتاب که زد اول مطمئن میشیم که خودیم، بعد به امید خود راهی میشیم. کاش میتونستیم خودیه یا نه، کاش خودی بود، خودمون رو تحویل میدادیم خلاص. در صورت بهتر بایستیم تا صبح باشه. توی همچه منطقه خطرناکی اون که سر پوسته دید کافی نداره.
ممکنه به همون اشتباهی تیراندازی کنه. اینجا هم خطرناک. چاره نیست. چاره نیست. خود سرعت میکنی. تو بخواب. من حواسم هست. نه. من خوابم نمیاد. شما بخواب. من بیدارم. مطمئنی؟ خیلی عوض میخوام که شما اینجا معطل شده. نه اشکالی نداره، فدای سرتون. اتفاقی افتاده؟ والا سوران از زندان فرار کرده. از زندان فرار کرده؟ الان کجاست؟ هیچ کس خبر نداره. شما از کجا خبر دارید؟ داداشم بهمون خبر داد. خب ایشون از کجا میدونه؟ چطور بگم، یه مدتی عضو کموله بود ولی الان دیگه باهاشون همکاری نمیکنه. ایشون دقیقا میدونه کی سوران فرار کرده؟ گفت چند شب پیش. آقا راستگر من خیلی نگرانشم. تو رو خدا شما نمیتونین کاری بکنین، دنبالش بیفتیم شب پیداش بکنین. شما برید خونه، مراقب خودتون باشید. انشالله که سوران زنده است. من همه تلاشمو میکنم. خدا بزرگی کمتون نکنه، دستتون درد نکنه. خدا حافظ. خیلی پیش. نزنید، ما خودی هستیم. ما فراریم، از مرد سور فرار کردیم. کی میریم سردشت؟ وسیله چیزی هست؟ بشینیم بچه ها میرم اعتمالا دارن استعلام میگیرن. نمیدونم چرا دلم شور افتاد. نگران نباش، جامون امنه. سلام علیکم. سلام. سرگرد خلبان منصور خلیلی. بله. سوران سردشتی. بله خودم هستم. شما من تشریف میارید. پس من چی؟ شما تشریف داشته باشید، بچه های هوانورد میان دنبالتون. مثل این که بعد از هم جدا بشیم. درد سور هر بدی که داشت خوبی داشت، اونه مشنه باشم من. برای منم همینطور بازورم. سلامت باشید. موفق باش. زحمت کشید. خسته نباشید. سلام. خسته نباشید. چرا دست به من میزنید؟ الان آنو باشتون هم من که صحبت کردم با شما. با سردش تماس بگیری، تمام اطلاعات منو به شما میدن. اگه با ما همکاری کنی بعدا براتون توضیح میدم. کجا داریم میشیم؟
دارم با شما حرف میزنم. چشمن چرا پس؟ سیر گرفتید مگه؟ کجا داری میرید؟ شما کی هستی؟ باور نمیکنی کسی بتونه از برد سور فرار کنه؟ چرا سوال منو دقیق جواب نمیدی؟ بعد به چی جواب بدم؟ چرا بدون هماهنگی با من رفتی ربط؟ فقط چون یه نفر رو پیدا کرده بودم که میتونست منو بدون درد سر ببره داخل ربط. نباید راجع اون یه نفر از من پرسجو کنی. خط و ربطش کیه؟ با کی کار میکنه؟ کجا زندگی میکنه؟ مثل این که یادت رفته شرایطمون چی بود؟ بعدش من اومدم دنبالت، نبودی. خب چند روز بعد منتظر میموندم تا بعد قرار ملاقات بذارم. بعدش هم اومدم از دستم میرفت. هر چند روز اصلا مشکل من همینه. تو قرار بود منتظر باشی من یه آدم امین بهت معرفی کنم، از طریق اون بری رود. چرا سر خود رفتی؟ من هر توضیح میدم تو بگی خود سر. اصلا خود سر، من اگه خود سر عمل کردم چه ربطی به الان داره؟ مگه چیزی که ازم خسته بودی رو تو رود انجام ندادم؟ با پولا چی کار کردی؟ همه رو تو این برگاه نوشتم و پول ازم میخریدم. منطقه غلامش من دستمونا. یکی اگه بره ربط میتونه یه رو نوشت از کسی که بهش معامله کردم بگیره. چی شد تو رو دستگیرت کردم؟ بیم مشکوک شدن. تو چجوری از برد سور فرار کردی؟ چرا فقط شما دو نفر تونستین فرار کنید؟ ما بقیه چرا فرار نکردیم؟ خب من استن چرا نمیری سر اصل مطلب؟ دنبال چی هستی؟ منظورتو نفهمم. فکر میکنی همه این هستی عوضیه؟ فکر میکنی کمال من خریده فرستاده پیش تو؟ من اینو گفتم؟ از من این سوال جوابه چیه؟ روال کار همینه. اگه منم جای تو بودم یکی از بچه ها الان نشسته بود روبروم همینا رو ازم میپرسید. آره، فرار از برد سور غیر ممکنه. شما با وجود شناختی که از من داری به امشک کردی اشکالی نداره، شایدم حق داری، ولی هزار بار دیگه هم بپرسی من یه جواب دارم. خدا به هم کمک کرد از اون مخمسه بیام بیرون. تمام شد. حالا هم اگه سوال دیگه نیست برم به خانوادم خبر بدم من برگشتم خیر سرم. فکر کنم به اندازه کافی دقشون دادم. سوران، این سوال جواب ها ممکنه این مدت طول بکشه. ازت میخوام باش منطقی برخورد کنی. میفهمم ممکنه ناراحت شی، به چاره ای نیست. خودتو بذار جای من، یکم زمان میبره دوباره بهت اعتماد کنم. چی کار باید بکنم؟ باید یه مدت پیش ما بمونیم. نصف عمرم تو بازداشت بودم. یه مدت یعنی چند وقت؟ میدونی چند ماه خونه بدم
پدای مادر مدره یادم میره. من نگفتم بازداشت، به خانوادت هم میگم بیام ببیننت. چی فکر میکنم پیش خودشون؟ نمیگن چرا پاسدار بازداشتت کردن؟ من چی باید پیشون بگم؟ تو قرار نیست به کسی بگی بازداشتی. یعنی چی؟ من دلم با توه، میدونم که نسبت به قبل تغییری نکردی، میفهمم که تو مدت اسارتت برای این خاک کم ضربه نخوردی، ولی احساس یه چیز، عقل یه چیز دیگه. فرار از برده سور ماجرای ساده ای نیست که اونا باش راحت کنار بیان، حتما یکی رو میفرستن پیت، هر جا باشی پیدات میکنه. من میگم اصلا برای حفظ جون خودت، برای جون خودت یه مدت تو مقر پیش ما بمون. همین کی میتونم ببینم؟ زود. اسمت چی بود؟ هوران. 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 جستو چند تا زن دیگه اونجا بود؟ 3-4 نفر که عضو کمال بودن، ولی من عضوشون نبودم. منو به زور آورده بودن اونجا، تبعیدم کرده بودن برد زور. تبعید؟ از کجا بدونم که چیزایی که داری میگی راسته؟ چرا باید دروغ بگم؟ اونا منو از بچم دور کردن، زندگی ما ازم گرفتن، هر بلای دلشون خواست سرم آوردن. هرچی در مورد برده سور میدونستم بهتون گفتم، دیگه هیچی نمیدونم. راجع به اتفاقاتی که افتاده با هیچ کس حرفی نمیزنی؟ بله. انگار نه انگار که قادر و آدماشو میشناسیم، دستگیر شدیم، ما را نمیشناسیم. باشه؟ بله باشه. به هیچ کس نمیگم، قول میدم. من آزادت میکنم، به آدمام میگم تا یه جای امن ببرنت، باقیشو خودت میدونی. زور ممنون. را بیفتیم، برو. خواهفز. فکر رفتنه، میخواد بچه‌رم با خودش ببره. شما متوجه نیستی من چی دارم میگم؟ جون من در خطره. بجز من و قدر کسی از جابجایی نیروها خبر نداشت. چه آوارگی ها که شد بر من آوار، خداحافظی ها به امید دیدار.
خوشا نامت عشق دمیغم نبینی که بر دل نشاندی غم دل نشینی به خاطر بیاور که جز خاطراتت ندارم پناهی سوالم تو بودی جوابم تو بودی سر هر دورایی زمان تنم را به هر زخمی آراست نگاه تو اما مرا زنده میخواست نترسیدم از عشق از این شور و این شر نترسیدم از من دم زندگی گرم دم زندگی گرم دم زندگی ماجرایی دلم گفت آری پشیمانیم نیست از این بیقراری بخواهی نخواهی تو را دوست دارم بگویی نگویی مرا دوست داری زمان تنم را به هر زخمی آراست نگاه تو اما مرا زنده میخواست نترسیدم از عشق از این شور و این شر نترسیدم از من دم زندگی گرم دم زندگی گرم